سلام، من مژگان آقا خانلو هستم، دانشجو دکترای فیزیک در دانشگاه ایالتی فلوریدا. من تهران به دنیا آمدم و بزرگ شدم، اما پدر و مادرم اهل تبریز هستند. علاوه بر انجام تحقیق، من پیانو زدن رو خیلی دوست دارم. تقریبا از 11 سالگی پیانو میزنم. علاوه بر اون، شنا کردن رو هم خیلی دوست دارم. اینجا FSU استخرهای روباز و روبسته داره و دریاچه داره که ما میتونیم بریم شنا بکنیم و این شنا کردن رو خیلی لذت بخشتر میکنه. علاقه من به نجوم از دوره راهنمایی شروع شد. یکی از دوستان صمیمیم و من خیلی علاقمند به سیارات و ستاره ها بودیم و خیلی کتاب های زیادی راجع بهشون میخوندیم و این باعث شد که هر جامون الان تحقیق هامون در دوره دکترا راجع به نجوم باشه. تحقیق من در زمینه اخترفیزیک هستش. من روی مراحل تکامل ستاره های پروجرم کار میکنم. به صورت مثال، آخرین تحقیقی که انجام دادیم این بودش که داده هایی رو از تلسکوپ گایا گرفتیم و این داده ها رو استفاده کردیم تا راجع به یکی از مراحل زندگی ستاره های پرجرم که بهش LBB میگن کار بکنیم و سوال هایی رو که تا به حال دانشمند ها جوابی واسش پیدا نکردن رو پاسخگو باشیم. من تصمیم گرفتم که به این دانشگاه بیام به این دلیل که شانس این رو داشتم که با یکی از اساتید در زمینه اخترفیزیک کار بکنم. دلیل دیگرم هم این بودش که دانشکده فیزیک در این دانشگاه یکی از بهترین دانشگاه‌ها در دنیا هستش. بدون شک استاد راهنمام پروفسور جرمای مورفی بیشترین تاثیر رو در موفقیت من در FSU داشته. من خیلی چیزها در زمینه نحوه انجام تحقیق از استادم یاد گرفتم. یکی از مهمترین مهارت هایی که من از استاد راهنما یاد گرفتم نحوه تدریسه. من یاد گرفتم که چجوری یک موضوعی رو به دانشجو از طرق مختلف یاد بدم وقتی که از یک طریق خاصی یاد نمیگیرن، از یک طریق دیگه بهشون یاد بدم و مطمئن هستم که این مهارت خیلی مفید خواهد بود اگر من تصمیم بگیرم که در آینده استاد دانشگاه باشم. علاوه بر اون، من در دوره دکترا یاد گرفتم که چجوری کد نویسی بکنم، مهارت های خاص کد نویسی رو یاد گرفتم، یاد گرفتم که با چه شیوهی سوال هایی رو که تا به حال دانشمند ها پاسخی بهش نداشتن رو براش جواب پیدا بکنم و این دو تا مهارت مهمترین مهارت هایی هستن که شرکت های بزرگ موقع استخدام بهشون نیاز دارن. مهمترین چیزی که من در این دانشگاه دوست دارم اینه که به ایده های من ارزش قائل میشم. برای اولین بار من احساس این رو داشتم که ایده های من هم در رشته اخترفیزیک میتونم مهم و کارساز باشم. علاوه بر این، ما خیلی فعالیت های زیادی هم میتونیم توی دانشگاه در اوقات فراغتمون انجام بدیم. مثلا میتونیم بریم سیرک دانشگاه یا میتونیم بریم برنامه هایی رو که دانشجوهای موزیک در دانشکده موسیقی انجام میدن، مثل برنامه های رقص یا سازهایی که میزنن، بریم برنامه ها رو نگاه بکنیم یا میتونیم بریم تماشای بازی فوتبال. توصیه من به کسانی که میخوان بیان اینجا و ادامه تحصیل بدن اینه که مهارت مدیریت زمان رو یاد بگیرید. به خاطر اینکه در دوره دکترا استاد شما خیلی کار زیادی را از شما میخواد که برای تحقیقتون انجام بدید. علاوه بر اون،
دانشگاه هم خیلی خواسته های زیادی رو خواهد داشت، مثل درس دادن یا خیلی درس های زیادی رو پاس میکنید. در نتیجه شما باید بلد باشید و تشخیص بدید که کدوم کار مهمتره، پس اول انجام بدید بعد بعدی رو انجام بدید و همینجوری تا همه کارها رو در روز انجام بدید.